حملات طالبان برای تصرف مراکز شهرها تشدید یافته است و همین حالا که صحبت هم میکنیم جنگ طالبان با نیروهای امنیتی در اطراف ولایت هرات برای تصرف شهر هرات مرکز این ولایت ادامه دارد. به نظر شما رویکرد که طالبان گرفتن و این تغییر را به وجود آوردن که به مراکز شهرها و ولایت حمله میکنن دلیلش چی هست؟ تشکر و علیک السلام. سیاست طالب و مذاکرات طالب و مذاکرات طالب به ایالات متحده امریکا قرار شواهد موثق به این مفهوم است که یا حاکمیت افغانی را برای ما تسلیم بکنین و یا ما به زور میگیریم. اعتراض طالبا به حکومت افغانی که به اصطلاح جنگ میخواه به امی مفهوم است که اگر شما حاکمیت برای ما تسلیم نمیکنین ما جنگ میکنیم و در نتیجه جنگ ادامه پیدا میکنه. منطق به منطق مطمئنا برنامه های دیگری ایدئولوژیکیه که به اصطلاح امو مفتی های طالبا داره که الحق لمن غلبه، حق برای کسی است که غالب شود. در این رابطه مطمئنا برنامه های پاکستان نظام براندازی و سیستم براندازی که در نتیجه از عمران افغانستان مهار آب و اکسس لگاپاز بندره، این مطمئنا یکی به دیگر رابطه داره و به تدریج اینا متاسفانه مذاکرات صلح نظری از اینا شواهد نشان میده که مفهومی درست نداره و این زمان ثابت خواهد کرد که سیاست غلط است. شما چه فکر میکنین؟ آیا افغانستان به معنای واقعیش توان و پلان دفع و طرد حملات طالبان را داره یا تنها یک حرف سیاسی بوده به نظر شما؟ قرار معلومات چند لحظه قبل رئیس جمهور غنی فردا با پارلمان افغانستان و با سنا صحبت های مهمی خواهد داشت. یکی چی چیز و چی طرح های دیگر را مطرح خواهد کرد فردا خواهد دیدیم. برای جنگ هرچقدر آمادگی گرفته شد و آمادگی لازم نیست، مطمئنا این حاکمیت بخش های منفی کار خود دارن که به صورت دوامدار به اصطلاح انبار شده. جنگ افغانستان جنگ افغانستان به در داخل نیست، جنگ افغانستان ابعاد بین المللی داره و ای که ایالات متحده امریکا، روسها، چینایی ها، هند، پاکستان در راستا چه برنامه های خواهد داشته و چه رول در راستا حکومت افغانستان و بازی کرده خاطر است، مطمئن هستم که محاسبات نادرست اطراف مختلف قضیه در این راستا سبب تراژدی مردم افغانستان خواهد شد و شده. اما ما باور دارم که مردم افغانستان مقاومت خواهد کردن. ای که حاکمیت چقدر برنامه های درست و بجا داره، تا حال نواقص عمده و اساسی در ابعاد مختلف وجود داره که متاسف سبب ادامه تراژدی مردم افغانستان است. جنرال سر ریچارد که در سال 2006 و 2007 در افغانستان فرماندهی نیروهای ISAF را به عهده داشت، از حکومت بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا انتقاد کرده و اظهار ناراحتی کرده و گفته که در قبال وضعیت افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی باید یک استراتژی جدید رو حکومت بریتانیا روی دست بگیره. چه فکر میکنین؟ آیا تو به نظر میرسه که با توجه به سطح نگرانی ها و تشدید حملات طالبا و نگرانی هایی که وجود داره بریتانیا یک استراتژی جدید روی دست بگیره؟ در 20 سال اخیر با تاسف و تاثر پالیسی خارجی بریتانیای کبیر در مطابقت با پالیسی های پاکستان بود. ما موارد زیاد مشخص را مطرح کردیم که راه‌های حل را که در رابطه با قضیه افغانستان و منطقه مطرح میشه در موارد زیاد از عینک‌ها و چینل‌های پاکستانی است که به کشورهای مختلف جهان از جمله به انگلستان و جهان میرسه. ای که در امتداد 2640 کیلومتر خط بین افغانستان و پاکستان به خاطر از اینکه اینها سیم خاردار به خیال و میل خود در داخل افغانستان سرحد سازن و این رای حل جنگ باشه، در حالی که در قندهار در دیگر مناطق تروریست ها به نام کارگر داخل شدن، این جنگ و جنگ سابقه ای نیست و تروریست ها همیشه راه داخل شدن به افغانستان پیدا میکنن. با این که 80-90% قرار اظهارات دیروز عمران خان 90% ای خطکشی و ای سرحد کشی و ای زنجیرها تکمیل شده به امید تناسب اگر منطق پاکستان درست باشه باید ترور و دهشت هم پایین می آمد. به این راستا
به خاطر یک سلسله فریبی بنیادی در سطح جهانی بنابر مکاری های پاکستان وجود داره و ما گمان میکنم که انگلستان و سیاستمدارای انگلستان در ایدام افتیدن و در راست راه حل را که پیشنهاد میکنه اگر به منوال موجود باشه ما به جای نخواهد رسیدیم و جهان و این منطقه دنیا امنیت نخواهد شد.